بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين برنامه هریرایا در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه ماه مبارک رمضان در مالزی. دوست داریم آیین و مراسم مردم مسلمان این کشور رو در ماه مبارک رمضان براتون به تصویر بکشیم. لطفاً با ما باشید. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Faizal Musa. من محمد فیصل موسا استاد دانشگاه UKM مالزی هستم. میخوام شما رو از سحر تا افطار با مردم کشورم همراه کنم و آداب ماه مبارک رمضان در مالزی رو براتون توضیح بدم. You can find it in village. در روستاهای مالزی مرسومه که پیش از سحر در مساجد طبل ها رو به صدا در میارن تا مردم از خواب بیدار بشن و کسی بی سحری روزه نگیره. به این طبل سنتی بدوک میگن. به مسجد ولایت اومدیم، یکی از بزرگترین و معروفترین مساجد کوالالامپور پایتخت مالزی. در این مسجد آثار هنرمندانی که در زمینه هنرهای اسلامی فعالیت میکنن به نمایش در اومده و خوشبختانه دو تن از هنرمندان ایرانی مقیم مالزی هم آثار خودشون رو به نمایش گذاشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد کاوان هستم. از ابتدای ماه رمضان نمایشگاهی برگزار شده از آثار اسلامی که ما هم به فراخور کار و فرورده هامون اینجا هستیم و کارهای ما غالبا کاشی و سرامیک هستش با نقوش اسلامی و طرحهای در واقع ایرانی و اسلامی که مورد توجه عموم مالزی قرار گرفته، مردم مالزی قرار گرفته و خوب بوده الحمدلله. از هر جهت تونستیم به نوعی فرهنگ ناب ایرانی و طرح‌های اصیل اسلامی رو ارائه بدیم. در واقع آخرین کارمون هستش که محراب هستش، برای کشور برونئی ساخته شده، چون که در واقع کشورهای شرق آسیا علی خصوص مالزی و برونئی مردم در محل زندگیشون و خونه هاشون
حال من یه اتاق و یه محل مشخصی برای نمازخونه استفاده میکنن، ما اومدیم در واقع این موضوع رو مد نظر قرار دادیم و محراب هایی رو طراحی کردیم برای نصب در منازل. این هم یه نمونه از همونا است که خیلی مورد استقبال واقع شده و سعی کردیم از نظر طرح و رنگ قالب کار مورد سلیقه در واقع مردم مالزی و برونئی و کشورهای شرق آسیا عملا باشه. واقعیت هم این که رمضان اینجا یه نوع زندگیه، همونطور که بهار قرآنه یه نوع بهارم برای مردمه، مردم یه نوع دیگه زندگی میکنن، یه شادی و یه طراوت خاصی علی خصوص از نماز مغرب به بعد وجود داره بین مردم، برای نماز میان گروه گروه مردم میان. به هر حال شرایط خوبی بود که در کنار این مسجد ما اون در واقع محصولاتمون رو به نمایش بگذاریم مردم ببینن. به هر حال از طرف دیگه هم لطف خدا کار ما در واقع نوعیه که مردم با دیدنش به یاد خدا میفتن، ذکر خدا رو داریم توی کارهامون، و نوع دیگرش اینه که فرهنگ ناب ایرانی رو به مردم ارائه میکنیم. اینجا همه سوال میکنن که این محصول کجاست، و بعد که میگیم ایرانه و اینجا داره تولید میشه همه با تعجب به موضوع نگاه میکنن. From Egypt? No, it's from Iran. Iran, oh, okay. من غلام حسین صدیقی هستم، عرضم بزرگتون که نزدیک به 4 سال ساکن کوالالامپور هستیم. استقبال مردم مالزی از خوشنویسی ایرانی چطور بوده؟ بد نیست، البته اونطوری که باید و شاید ارتباط برقرار نکردن، چون علتش هم اینه که معرفی نشده اونطوری که باید و شاید شناخت ندارن، ولی خب گاهن میان سوال میکنن، علاقه من میشن میپرسن. ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا کنن من الخاسرین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. خانم های خونه‌دار از ساعت 4 صبح مشغول پخت و پز و تهیه سحری برای اعضای خانواده میشن تا همگی با هم ساعت 5 سر سفره سحری بشینن و بعد از خوردن سحری برای نماز و دعا راهی مساجد میشن. ادارات مالزی در ماه رمضان زودتر تعطیل میشه و بیشتر مردم قبل از خونه رفتن برای تهیه افطاری سری به رمضان بازار میزنن. تو این بازار هر نوع غذا، شیرینی و نوشیدنی برای هر سلیقه‌ای پیدا میشه و کسی دست خالی از اونجا بر نمیگرده. اینجا بازار رمضانه. ساعت کاریش از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 7 قبل از افطاره. مردم میان اینجا انواع خوراکی، شیرینی و غذایی رو که برای افطار نیاز دارن تهیه میکنن. هم خیلی شلوغه، هم خیلی حال و هوای خاصی داره. Thank you.
دوریان این میوه نه خوشبوه نه خیلی خوشمزه، ولی تو مالزی فوق العاده طرفدار داره و چون الان فصلش هست یکی از اعضای ثابت سفره افطاره. محصولاتی که در این بازار عرضه میشه نسبت به جاهای دیگه قیمت مناسبی داره و تنوع کیفیت اونها هم به نسبت بالاتره. این بازار برای مسلمان‌ها برپا میشه، ولی ما هم که غیر مسلمان هستیم میایم اینجا و در کنار دوستان مسلمانمون از این بازار استفاده میکنیم. مواد این شیرینی به جز شیرین نارگیل و آرد برنج، تخم مرغ، شکر و کره هستش که مزه بسیار خوبی هم به این شیرینی داده. رسم دیگه‌ای که در مالزی متداوله دادن افطاری در تمامی مساجده. تک تک مسجدهای مالزی حتی به صورت مختصر هم که شده برای نمازگزاران افطاری تدارک می‌بینند و با انواع غذاها از مسلمان‌ها پذیرایی می‌کنند. یک نکته جالب براتون بگم و اون اینه که پای ثابت سفره‌های افطار مالزی خرماست، به خصوص خرمای بم ایران. من از نوجوانی خرمای تازه و شیرین ایران رو به خاطر میارم و مردم مالزی هم همیشه طالب اون هستن. ایران سر سفره‌های افطاری که توی مالزی هست نون داغ بربری و سنگک نداریم، سبزی خوردنمون هم تربچه نداره، اما شله زرد داریم و یه دنیا صفا و مهربونی از ایرانیای مالزی. هر شب در خدمت دوستای دیگه هم هستیم، کمک میکنیم برای تهیه افطاری. خب حالا امشب هم که شب میلاد امام حسن هستش، خب مسلماً شبیه که توفیق بیشتری نصیب دوستان خواهد شد انشاءالله. پس همه دوستان داوطلبان اینجا حضور دارن. سلام همینطوره، ولی خب حالا توی هیئت خودمون هر سه شب باید یه نفر مسئول کارا باشه، مدیر کارا باشه که بتونه مدیریت بکنه که یه موقع مثلا چیزی کم و کس نیاد. بچه‌ها اینجا واقعا خالصانه و مخلصانه دارن کار میکنن، فقط در واقع همه همونطور که گفتن اختیاری هست و دیگه خودشونن و دنیاشون و آخرتشون. برگزاری مراسم افطار یه دیرینه 4 ساله‌ای داره به همت ایرانیان مقیم مالزی و دانشجویانه که موقتاً ساکن اینجا هستند و به لطف و برکت خدا این مراسم هر سال برگزار شده و با خلوص دل و نیتی که دوستان دارن خیلی مراسم روحانی و زیباییه و همه واقعاً ازش به نیکی یاد میکنن. حتی وقتی که ایران برمیگردن از این مراسم اینی که یاد میکنم و جزو فکر کنم بهترین خاطرات ماه مبارک رمضونشون این مراسم. مردم با اینکه همدیگر رو نمیشناسیم توی اینجا خیلی راحت با مشارکت میان سفره های افطار رو پهن میکنن و همه دور هم هستن و اون حس و حال ایران توی اینجا همچنان زنده هستش خوشبختانه. خب حالا هوای اینجا چجوریه بخواید برامون توضیح بدید؟ خیلی جالبه برای ما که تو کشور غریب هستیم، احساس غربت نمیکنیم وقتی میایم اینجا، هموطنامون رو میبینیم، جزای مراسم ایرانی رو میبینیم، برامون خیلی جالبه، یعنی همون حال هوای ماه رمضان تو ایران رو بهمون دست میده. شما چطور؟ من همینطور، خب خیلی فضای جالبیه، خیلی فضا ایرانیه، خیلی خوبه، خیلی حس خوبی دارم. السلام
السلام على هرية الفطري. ربنا حبلا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عید فطر یا همون هری رایا برای مردم مالزی عید بسیار مهمی به حساب میاد. مردم به شهر و روستاهای خودشون برمیگردن، خونه تکونی میکنن، لباس و کفش نو میخرن و برای جشن عید آماده میشن. زمانی که از تلویزیون عید فطر اعلام میشه، صدای تکبیر الله اکبر در کوچه و خیابانهای مالزی میپیچه. صبح روز عید مردم با لباس‌های نو و رنگی راهی مساجد میشن تا نماز عید فطر رو به جا بیارن. بعد از نماز به دید و بازدیدهای بزرگترها و اقوام میرن. به بچه‌ها پول نو عیدی میدن و با جمله سلامت هری رایا یعنی عید فطر مبارک به هم شاد باش میگن. الله اکبر لا مراسم عید فطر تا یه ماهی تو مالزی برقراره و یکی از مرسومترین اونها رسم خانه بازه که حتی در سطح ملی و مقامات دولتی هم برگزار میشه. به این صورته که مثلا نخست وزیر مالزی تاریخی رو مشخص میکنه، خودش و همسرش به عنوان میزبان دم در میایستن و به تک تک میهمانها خوش آمد میگن و از اونها با انواع غذاها و خوراکیها پذیرایی میکنن. جالبه که این مراسم محدود به مسلمون ها نیست و چینی ها و هندی ها هم برای دیدن مقامات از نزدیک و تبریک عید به اونها به این مراسم میرن و از برکت عید فطر بهره مند میشن. و سبحان الله بکرتا و اصیلا. طاعات و عبادات و نماز و روزه هاتون قبول. ممنون که با ما همراه بودید. التماس دعا. خدا نگهدار.